بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع محلی گزارش می دهند که ساعاتی پیش انفجاری در منطقه ناحیه سوم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داده و صدای تیراندازی نیز شنیده شده است. منابع می افزایند نیروهای امنیتی محل حادثه را مسدود کردند. گفتنی است که طی روزهای اخیر تجمع‌های اعتراضی کم سابقه‌ای در بدخشان برگزار و تظاهر کنندگان علیه طالبان شعار دادند. تظاهرات مردم علیه طالبان در بدخشان واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و کاربران سختگیری‌های طالبان بر مردم را دلیل این اعتراضات می‌دانند. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود هم در بیانیه گفت که در حمایت از مردم بدخشان عملیات ویژه‌ای را در یک ماه آینده علیه نیروهای طالبان انجام خواهد داد. در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد اقتصادی مردم در افغانستان، برنامه جهانی غذا گفته است که از هر 100 نفر در افغانستان 47 نفر برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. برنامه جهانی غذا در صفحه ایکس خود نوشته است که این نشان دهنده آن است که از نزدیک به 43 میلیون جمعیت افغانستان، بیش از یک سوم آنها با فقر و گرسنگی روبرو هستند. این نهاد وابسته به سازمان ملل در ادامه گفته است با گذشته هر روز نگرانی ها درباره وضعیت بشری در افغانستان و کمبود کمک های بشردوستانه در این کشور رو به افزایش است. تصاویر و ویدیوهایی که به دست رسانه‌ها رسیده نشان می‌دهد که اعتراض شماری از پناهجویان افغانستان در ماکاسار، یکی از بزرگترین شهرهای اندونزی، به خشونت کشیده شده است. برخی از پناهجویان گفتند که پلیس و محافظان دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که این اعتراضات مقابل ساختمان آن برگزار شد، آنها را سرکوب کردند. در حال حاضر حدود 7000 پناهجوی افغانستان در اندونزی به سر می‌برند و می‌گویند از 10 سال پیش خواستار پناهندگی در کشور سومی هستند. در سال‌های گذشته شماره از این پناهجویان در اعتراض به این بلا تکلیفی خودسوزی و خودکشی کردند. سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی کمک رسانی میگویند با بسته شدن دو گذرگاه رفح و کرم شالوم به سمت جنوب غزه، عملا ارتباط این منطقه با کمک های خارجی قطع شده است. نیروهای اسرائیلی روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت گذرگاه رفح را تصرف کردند. با این اقدام یکی از مسیرهای اصلی ارسال کمک‌های حیاتی به منطقه محاصره شده فلسطینی مسدود شد. این در حالی است که پیش از بسته شدن این گذرگاه‌ها، نهادهای بین‌المللی هشدار داده بودند که غزه در شرایط وخیم و در آستانه قحطی قرار دارد. اسرائیل پس از حمله حماس به گذرگاه کرم شالوم که بنابر گزارش‌ها به زخمی شدن چند اسرائیلی منجر شد، این گذرگاه را بست.